دویچه وله آواهای کم شنیده از دیروز تا امروز. درود بر شنوندگان عزیز و درود بر میترای گرامی. این صدای رسا یا صدای رسا اخی بود. درود بر تو اسکندر، درود بر همه شنونده های عزیزمون. صدای خانم محبوبه گلزاری بود، خانم گلزاری که ساکن تهران هستن. میخوای سریع همین اول برنامه بریم با خانم گلزاری آشنا بشیم؟ نریم ولی آشنا بشیم. من از خیلی کوچیک بودم نواقصه و اینا که میشنیدم، مال کانون بود و موقع نواقصه های کانون بود، حس میکردم شعراشون رو و خب هم اطرافیان متوجه شده بودن که صدام خوبه، خوب میشنوم در واقع. بعد از اون 11 سالم بود که یه خاله دارم که ایشون اصلا مشوق من بودن و اولین کسی بودن که منو راهنمایی کردن و بردن کلاس آواز و از اونجا شروع شد. خلاصه همینطوری دیگه همیشه پیوسته همراه من بود در واقع این آواز و کلاس های آواز. دیگه همینجوری به تدریج و به ترتیب معلم های مختلف داشتم. ردیف آوازی رو در واقع با خانم پریسا من شروع کردم. خب خانم گلزاری رو هم باید پس به لیست خوانندگان زن موفقی که نزد خانم پریسا درس آواز رو گرفتند اضافه بکنیم. شاید اسکندر اینجا بد نباشه یه اشاره‌ای هم بکنیم به برنامه‌ای که فکر می‌کنم حدوداً یک سال پیش شاید هم بیشتر ما در مورد خانم پریسا داشتیم و پیشنهاد می‌کنم که شنونده‌های عزیزمون اگه این برنامه رو نشنیدن حتما برن بشنون. چون اسکندر در این برنامه کدوم آهنگ خانم پریسا بود؟ یا آهنگ از نوجوانی خانم پریسا؟ بله دقیقاً 19 سالش بود که این آهنگ رو خونده بوده و اصلا سبکش با سبکی که بعدن ارائه کرد خیلی فرق میکرد و شاگردانش الان به سبک جدیدش یا به سبکی که بعدن ارائه کرد میخونن همشون. من به صحبتهای خانم گلزاری این رو هم اضافه کنم که ایشون شاگرد آقای کرامتی هم بودن و در گروه هم‌آوایان استاد حسین علیزاده هم شرکت کرده بودن. همکاری کردن در موسیقی فیلمی از بهمن قبادی به نام لاک‌پشت ها هم پرواز میکنن که در این فیلم آقای علیزاده کار آهنگسازی رو انجام داده بودن. من گفتم این آشناست، گلزاری آشناست. آره خب. توی اون فیلم خانم گلزاری لالایی اون فیلم رو خونده بودن. عجب عجب.
بله، محبوبه گلزاری عزیز در کارگاه های آوازی استاد شجریان هم شرکت داشتن و در پروژه ایران خانوم، که من میخوام اینجا اسکندر یه حاشیه کوچیک برم و یکم در مورد پروژه ایران خانوم توضیح بدم. برای اشکال نداره، من نباید تفره برم. آره شما تفره نرو، ولی من تفره موسیقیایی دارم. بله خب بفرمایید. برای اون دسته شنونده هامون که احیاناً پروژه ایران خانوم رو نمیشناسن بگم که ایران خانوم به مدیریت و آهنگسازی آقای پیمان سلطانی یک اثر موسیقیایی که به نوعی میشه گفت روایتگر تاریخ ایران از زاویه نگاه رضا براهنی، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی هستش. این اثر در واقع یک اثر سمفونیک هستش و ترکیبی از موسیقی کلاسیک غربی، موسیقی دستگاهی، موسیقی فولکلور ایران، بخش سمفونیک این کار رو ارکستر سمفونیک چک به رهبری آقای علی رهبری اجرا کرده و بخش دوم ضبط این اثر هم در ایران با همکاری 24 نوازنده و 49 خواننده انجام شده. کار بسیار بسیار شنیدنی هست، پیشنهاد میکنم حتما برید بشنوید. خب این اثر ایران خانوم، اثر امروز چی میشه؟ دقیقاً حق با تو اسکندر، بریم جزئیات این اثر رو از زبان خانم گلزاری عزیز بشنویم. من که نمیرم ولی میشنوم. بنا به درخواست دوست خیلی عزیزی خانم مریم سروش که البته یکی از نوازنده های توی این آلبوم هم هستن، یه روزی به من زنگ زدن و گفتن که بیا با هم دیگه بشینیم یه هر از گاهی مثلا تمرینایی بکنیم و ببینیم از توش چی در میاد. خلاصه ما یه قرارای روتینی با هم دیگه داشتیم و هر از گاهی تمرین میکردیم که یه روزی به من گفتش که موافقی که یه برنامه پیش اومده توی سفارت اتریش یه اجرایی، موافقی که بریم این اجرا رو؟ منم خب گفتم باشه، خیلی سورپرایز شدم و اینها. و ما رفتیم یه گروهی جمع شدیم که باز همون بچه های در واقع نوازنده توی این کار هستن و اون کنسرت رو دادیم و بعد از اون خب خیلی انرژی جمع خوب بود و بنا به درخواست هممون گفتیم هر از گاهی یه شبای جمع شیم دوره هم ساز بزنیم و کمی با هم دیگه معاشرت موسیقایی در واقع داشته باشیم. به دنبالش گفتیم خب بیاین برای کنسرت آماده بشیم. خب بعد دیدیم کنسرت دردسرای خیلی زیادی داره به واسطه اینکه خب من خواننده زن هستم و خیلی داستانش پیچیده میشه توی ایران. برای خارج از ایرانم که خب باز دوباره مسائل خودش رو داره، اسپانسر میخواد و مسائل دیگه ای داره. بعد گفتیم که پس بنا باز به پیشنهاد آقای نیما نادری گفتیم که بیایم این کارو ضبطش بکنیم. این بود که در واقع شروع کردیم به ضبط این کار. حدود 4 سال پیش بود. از تصنیف نرود مهرت هرگز از دلم ای سنم از آلبوم زعاب